خودش رو کوبیده به دیوار. آقای نجار با وسایل پانسمان و بخیه آماده شده بود سرش را بخیه کند. خواستم کمکش کنم، گفت شما برو داخل، این حالش خوب نیست، خطرناکه، یهو حمله میکنه، شما برو. همون موقع دیدم دو سه نفر وارد شدن و مستقیم بالای سر درجه دار آمدند. چه با او حرف می زدن جوابی نمی شنیدند. مردهای مسجد از تازه واردها پرسیدند می دونید این کیه؟ گفتند آره، از همشهری ها و دوستامونه، ما با همدیگه از شمال اعزام شدیم. پرسیدم شما می دونین این چرا اینجوری شده؟ گفتند ما از صبح دیروز با هم تو خط بودیم، موج انفجارهای دوروبرمون اینو به این روز انداخته، وگرنه این خیلی بچه آقاییه، خیلی منظمه، تو گروهانمون این سرباز منضبط و نمونه ای بود. از سر و قیافه‌اش هم معلوم بود با این بیابی و شرایط سخت آدم تمیز و مرتبی بوده. موهای سر و صورتش اصلاح کرده و لباسهایش خیلی تمیز بود. دوستانش بالای سرش نشستند. در اجدار با همون آمپول آرام شده خوابش برده بود. برگشتم توی درمانگاه، دیگر از ناراحتی خوابم نمی برد. یکی دو تا از بچه ها پرسیدن چی شده؟ گفتم هیچی، دوباره همون سربازه به هم ریخته بود. کمی که گذشت شنیدم ماشین آوردند، سرباز را بردند. خیالم که از بردن اون راحت شد، سعی کردم دوباره بخوابم. در طول شب دو سه بار احساس سرما کردم و بیدار شدم و دوباره همونطور که به کارتون ها و گونه های بزرگ کنار دیوار تکیه کرده بودم از سرما مچاله شدم و با یاد علی و امید به دیدنش خوابیدم. روز نهم دمدمای صبح با صدای مردی که در حیاط مسجد اذان میداد بیدار شدم. صدای انفجار و گلوله باران که در تمام شب شنیده میشد شدیدتر شده و فاصله به زمین نشستن توپ‌ها و خمپاره‌ها کمتر شده بود. آنقدر که انگار ارتش عراق تمام تجهیزاتش را بسیج کرده بود تا شهر را با خاک یکسان کند. بچه‌ها را که کنار هم دراز کشیده بودند برای نماز بیدار کردم و برای گرفتن وضوء به حیاط رفتم. هنوز احساس خستگی می‌کردم و سرما اذیتم می‌کرد. هنوز آفتاب نزده، زنی که شب قبل به مسجد پناه آورده بود ما را صدا زد. می‌خواست او را به بیمارستان برسانیم. در تمام طول شب ناله‌های آهسته‌اش را می‌شنیدیم. زن روزهای آخر بارداریش را می‌گذراند. هر بار که سراغش رفتیم می‌گفت هنوز وقت دنیا آمدن بچه نشده. نمی‌دانم چرا تنها بود و خانواده‌اش کجا بودند. دخترها به آقایان مسجد اطلاع دادند ماشینی فراهم کنند تا زن را به بیمارستان برسانیم. آنها هم گفته بودند صبر کنید، ولی زن دیگر مضطرب شده بود و بیشتر از این طاقت نداشت. بچه ها چند بار دیگر رفتند آمدند تا بالاخره گفتند نمیتونیم صبر کنیم. آن موقع صبح مردها هم دستشان به جای بند نبود. میگفتند چرا نمیتونید صبر کنید؟ مگه مریضتون اونقدر حالش بده؟ بچه ها ناچار گفته بودند مریض ما در واقع مریض نیست، بچهش در حال به دنیا آمدنه، اگر دیر به جنبین جون هر دوشون به خطر میفته. آنها هم به تکاپو افتادند و کمی بعد خبر دادند ماشین اومده، مریضتون رو بیاریم. حالا که ماشین آمده بود، زن دیگر نمیتوانست تا دم در راه بیاید. برانکارت هم نداشتیم، مجبور شدیم چند نفری او را بغل کنیم. توی آن وضعیت بحرانی
زن دستانش را دور گردن دو نفر از ما انداخت. دو سه نفر دیگر هم پاهایش را گرفتند. با بدبختی تا جلوی ماشین او را بردیم. بیرون مسجد که رسیدیم دیدیم کامیونت حمل نوشابه ایستاده. کامیون بار سیب زمینی و پیاز برای مسجد آورده بود و مردها هم نگهش داشته بودند تا ما را برساند. چاره ای نبود. زن را یک طرف خواباندم. خودم هم کنارش نشستم و به دیواره آهنی وسط که جعبه های نوشابه را در دو طرفش می چیدن تکیه دادم. کامیون راه افتاد. در این حرکت زهرا شره بالا پرید و آن سمت دیواره کامیون نشست. با زهرا شره بعد شهادت بابا توی مسجد آشنا شده بودم. نمی دانم برای چه تو مسجد مانده بود. دست به کاری نمی زد که هیچ، به محض دیدن چیزی که به مزاقش خوش نمی آمد سر و صدا و دعوا راه می انداخت. وقتی هم بمباران می شد احساس ترس می کرد و خودش را به حالت قش و ضعف می زد و لالبازی در می آورد. همه از دستش آسی شده بودیم. اصلا به خاطر اینکه سر هر مسئله شر به پا می کرد بچه ها اسمش را زهر شر به گذاشته بودند. الان من هم راضی به آمدنش نبودم، ولی چیزی هم نمیتوانستم بگویم. حال زن خوب نبود و درد میکشید. سرش رو روی پاهایم گذاشتم و دلداریش دادم. زن در حالی که خجالت زده بود سعی میکرد دردش رو توی خودش بریزد. زیر لب دعا و ذکر میگفت. از دست ماشین لجم گرفته بود. انگار موتور درست حسابی نداشت. به کندی جلو میرفت. وقتی به پل رسیدیم به زحمت خودش رو از شیب پل بالا کشید. راننده پایش را روی گاز گذاشته بود و تا به آن طرف برسیم جانمان را بالا آورد. همین که از پل سرازیر شدیم ماشین سرعت گرفت و تازه آن موقع روی دور افتاد. کمی آن طرف تر نرسیده به پمپ بنزین سر و کله هواپیما پیدا شد و صدایشان همه جا پیچید. اگر مورد هدف قرار بگیریم وضعیت این زن چه می شود؟ چه اتفاقی می افتد؟ یک چشمم به آسمان بود و پرواز جنگنی های عراقی را دنبال می کردم. یک چشمم به موتور سوار هایی بود که در فاصله 200 متری ما پشت سر کامیون با سرعت می آمدند. جوانی که موتور را می راند سرش را پایین آورده بود و کسی که ترک او نشسته بود به یک طرف خم شده بود. آنها هم مثل ما سعی داشتند از محلک جان سالم به در ببرند، با این فرق که ما سرعتی نداشتیم. دانستم انهدام پل مهمترین هدف جنگنده هاست. توی دلم دعا دعا میکردم اینها هرچه زودتر پل فاصله بگیرم، چون حدس میزدم چه اتفاقی میشود. با دستم جلوی چشمان زن رو گرفتم. نمیخواستم با وضعی که دارد صحنه ناگواری ببینم. اما او سرش را این طرف آن طرف میبرد و تلاش میکرد دستم را کنار بزنم. هواپیماها راکت‌هایشان را ریختند. موج انفجار یکی از راکت‌ها که سمت کوچه بین شط و خانه‌ها افتاد، موتور سوارها را از مسیر منحرف کرد. نیم متری آنها را بالا آورد و به زمین کوبید. هر کدام از جوانها به سمتی پرت شدند. موتورهاشان هم روی جاده سر خورد و آتش گرفت. نفسم توی سینه حبس شده بود. اگر باک موتور منفجر می شد جوانها که فاصله زیادی با آن نداشتند جزغاله می شدند. زن که از لحظه قرش هواپیماها دردش را فراموش کرده بود با صدای انفجارها با وحشت به آسمان نگاه می کرد و بلند صلوات می فرستاد. از آن طرف زهرا شره به جایی که آرامشش را حفظ کند مثل همیشه شروع به داد و هوار کرد. من که نگران حال زن بودم و می دانستم هر چیزی او را در این لحظه بترساند برای جان خودش و بچهش خطر ساز می شود، سر زهرا داد کشیدم و گفتم بنشیند و اعصاب ما را به هم نریزد. اما گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. وقتی کامیون جلوی در زایشگاه ایستاد پرستارها آمدند و با کمک هم زن را داخل کردند. موقع خداحافظی زن در حالی که تشکر میکرد گفت من نگرانم، شما چطور میخواین برگردی؟ بهش گفتم
خدا بزرگه یه جوری بر میگردیم. در حالی که ذهنم متوجه آن دو جوان موتور سوار بود، از زایشگاه بیرون آمدیم. به زهرا گفتم من میخوام برم دنبال اون موتور سوارا، یقینا مجروح شدم. اگه میتونی بسم الله، اگر هم میخوای ادا در بیاری همینجا بمون، نمیخوام بیای. گفت من که ادا در نمیارم، حالم بد میشه. گفتم ببین خودت هم میدونی حالاتات عادی نیست، الان موقع این کارا نیست. چیزی نگفت و راه افتاد. برای اینکه زودتر به مجروح ها برسم شروع کردم به دویدن. از بیمارستان تا فلکه راهی نبود. از همان دور لاشه موتور را که بعد از انفجار باک چیزی از آن باقی نمونده بود میدیدم. هر کدام از چرخهایش گوشه افتاده بود و از بدنش دود بلند میشد. به دنبال موتور سوارها چشم چرخاندم. زمانی که از موتور پرت شدم، یکی از آنها نزدیک بلوار وسط و آن یکی در حاشیه خیابان افتاد. اما حالا از آنها خبری نبود. رد خونی را که روی زمین ریخته بود گرفتم و جلو رفتم. مسیر خون به طرف ساختمان نیمه کاره می رفت که در و پیکر نداشت. رفتم داخل. توی راهروی خاکی جوان زخمی سرش را به دیوار تکیه داده پاهایش را دراز کرده بود. دورش پر از خون بود. دویدم طرفش. قبل از هر کار نبضش را گرفتم. خیلی ضعیف می زد. ترکش توی پهلو و شکمش خورده بود. پایین تنهش هم زخمی و درد داغان بود. آنقدر خونریزی کرده بود که دیگر رمقی برایش نمانده بود. لبهایش رو به زحمت تکان میداد، انگار سعی داشت چیزی بگوید. سرم را نزدیک بردم، چیزی نشنیدم. صدایش کردم، جوابی نداد. توی همون حالت یکی دو بار حالت تهوع بهش دست داد و خون و کف بالا آورد. هیچ کاری از دست من برایش ساخته نبود. به زهرا گفتم بریم دنبال ماشین، وضعش خیلی خرابه. آمدیم بیرون، سرهای جاده سرم کشیدیم، هیچ خبری نبود. به زهرا گفتم واسه اینجا جلوی هر ماشینی که اومد بگیم. این را گفتم و دوباره هول دویدم داخل ساختم. میخواستم ببینم جوان هنوز زنده است یا نه. میترسیدم تمام کند. رنگ و رویش بیشتر از قبل زرد شده بود. پاهای غرق به خونش را تکان دادم متوجهم بشود. عکس العمل نشان نداد. گفتم ببین تو حالت خوب میشه، نگران نباش، چیزی نیست، کمکت میکنیم. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها. پنجره را نور پشت پنجره.